خب خسته نمیشید هم خشی ویدیو امروز هم گرفتیم قسمت نهم RS 3 و 5 RL لازم خب که من 9 CM میگم 9 CM 15 من دارم تو سوزن 15 داری؟ نه دارم نه میخوام دارم خیلی کمه حالا یه مثل بستم با هم دیگه پس 15 CM میگیره من گیرم یعنی با هم بگیرم اصلا و چون بره دسته همین دیگه یه پاکت سوزن بسته میده بعدم چون خانه حال میده هر هفته میرم یه خرید بذار بگیریم داشته باشیم تو برنامه خوش میده سوزنی که من خواهم این دفعه بگیرم و امتحانش کنم یکی اوپن لاینر شینه بگیریم خب که برای لاین های بولد و چاق هم خیلی خوبه من بگیریم دیدی یه سری لاین رو بولد و دوست داری با یه آر اس ورداری بزنی ولی آر اس حال نمیده خط میندازه ما بینش باید پر کنی این نمیکنه دیگه این همون آر اس هست که اون مشکلها رو نداره لباهاش تمیز میفته وسطش پر میشه آر اس اوپن لاینر یا آر ال ال اوپن لاینر اینو بنویس هست شید فرهاد بابا امروز چی یاد گرفتی؟ یک جمله فارسی امروز چی یاد؟ دور اونتم فردا پاس فردا فردا نه یارن یارن امروز بگن فردا یارن پاس فردا 2 gün sonra o diğeri zor 3 gün sonra pasun farda pas pasun farda pasun farda pas farda pas pasun pas 4 gün sonra? 4 gün sonra biz de oynamayın. O söyledi. Pas pasun farda. Pas pasun farda dedi o bana. Pas pasun. Pas pasun. Pasun. Ha pas pasun. Bunlar hep pas pasa. Hep pas pasa geliyor. Pas pasa. Ama cücürü bir an 5 lira. Cücürü bir 5'ini. تو الان بشینی اینجا الان دست من خوبه جاش دیده میشه جاش خوبه نه نه جاش خوبه میترسم این جا به جاشه الان همه چی اوکیه من پنجره میتونم بیام تو بیایی تو که خب میخوری به این بخلاص من پشت میتونم بیام اینجا بشینم آقا من میگیرم چرا پشت بیا پشت بیا بیا بگیر پار بده بالا بیا صندلی بده آقا خوبی؟ آره موضوعش نخوری بهش همه زحمت و وقتش برا لنگه بذار سر شانه داداش میرفتیم اردو ماش اتوبوس مینیبوس دو ساعت وای میستاد تا همه کار رسیده بشه ما همه تو مینیبوس گرما میشستیم بعد تو اتوبوس حرکت میشه همه خوشحال میشه باد میزد خنک میشدن همه یه ویدیو کوتاه از تجهیزاتمون بگیری تو ساعت چند دیشب بیرون بودی؟ من ساعت 2:30 بود خوابیدم منم دقیقا تا بخوابم 2:30 شد دیدیم؟ آره به خاطر اینکه مهمون داشتیم بعد 2:30 منتظر پیام تو موندم گفتم خب خشی که نه پیام نداد پس فردا کنسله من بیدار موندم بعد دیدم من بخوابم 2:20 دیدم خشی پیام داد من ماسک کرده من بودم من تو خوابی داری نوشتم سی یو من رسوندم امروز گفتم امروز چک تو منو بیدار کرد ولی من بیدار نمیشدم از جون بعد پیام تور دیدم گفتی کجایی چی شد خب خشی که بیداره من بذار برم دیگه پشدم ریش میشم و آنکارت کردم و یه دوش گرفتم و لباس و چیز کردم و گذاشتم چمدون و دوربین رو برداشتم و حرکت خدافظ شما دیگه روز شروع شد قبول داری روزایی که صبح زود پا میشی یه حس بهتری نداری؟ خیلی حس بهتری دارم میگم چرا؟ انگیزه داری احساس میکنم دلیلش برای من اینه که احساس میکنم چون خیلی وقت دارم خیلی حال میده الان هنوز ساعت 12 ظهر نشده ما کلی کار انجام دادیم از صبح تا حالا ویدئومونو گرفتیم داریم میریم خریدمون هم بکنیم بعدش هم برسیم من برسم خونه تهش میشه مثلا یکی بعد از ظهر باز یه عالمه وقت دارم آره منم الان برگردم کلی وقت دارم مشتری منو منتظرم ببینم چی میشه من قشنگ اول اینکه مرسی
دعوت کنم دست درد نکنه خیلی عشقی اومدی الان ولاگ ما خواهش میکنم ولاگ اولی بر شما بود ولاگ دومی بر ما امیدوارم که باز هم از این ولاگ ها بیشتر بسازیم ما هم ولاگ خرید با ماست ولاگ خرید ما بگیریمش منم پایه ولاگ خرید داریم امروز اول برنامه هم گفتیم به بچه‌ها بعدش هم دیگه میریم سمت خونه و زندگی و کار و تلاش و کوشش و پول و تتوهای قشنگ من دارم یه کاوراپ میزنم امروز جلسه آخرش رو فکر کنم آره میگن نون تو تتوه تتو تو نونه نون تو تتوه چند تا تتو نون ببینیم بیا ببینیم میذاریم برای بچه ها ویدیو صبح اونم ویدیو خوب شد خیلی داریم هم تو تعدادون بریم بالا تعداد رو استاندارد استاندارد آره ما داریم یه کاری هم میکنیم دیگه خشی ما داریم راجع به مثلا بچه ها مثلا یکیشون سه تا کار فرستاده ما داریم راجع به هر سه تا کارش هم صحبت میکنیم میچی میگم این خود زمان ما رو طولانی میکنه بیا از این بعد راجع به یه دونه کارشون صحبت کنیم اوکی بهتر نیست؟ آره اینجوری هرکی هم خواست کارش بفرسته خودش بهتر خودش فکر میکنه کدوم کارش بهتره همونو برای ما بفرسته ما داریم مثلا پنج تا فرستاده هر پنجتاشو نگاه میکنیم این خودش زمان ما وقت ما رو میگیره هم وقت ما رو میگیره هم وقت ادیتور رو میگیره هم این کار رو پیش میره من اینو خودم ادیت میکنم این ویدیو رو تکنولوژی جدید تتو و وسایل تتو چیزی داری بگی برامون تا چیزی که جدید دیدی جالب چیزی که جدید دیدم چیز جالبی که تو برام فرستادی شاین دستگاه جدیده شاین دستگاه جدیده سلووا میخوایی کنم صحبت کنی؟ من برات فرستادم دیگه منم همونقدر اطلاعات کسب کردم یعنی فقط همون زیرش خوندم من خیلی احساسم مثلا رو اینجکتر خب مثلا چند سال اینجکتر داشتم اینجکتر کار کردم ولی الان که دارم با شاین کار میکنم چون شاین خیلی راحته خیلی حال میده شاین خیلی دقیقه خیلی دقیقه دقیق و تمیزه فراز و نشیب نداره دقیقا انگاه برات مهندسی کردن آماده حاضر آماده بعد به قول تو سولنوایی که همین تکنولوژی جدیده که داری میگی به قول تو کوچکترین دستگاه سبکترین پن دقیقترین پنه بعد از دو و سبکترین دستگاه از دو نیم داره تا چهار بعد با پاورشه درسته؟ با پاور یونیت دو جدید اومده که پاور لمسیه. یونیتش لمسیه صفحهش تاچه قیمتش خیلی مناسبه دستگاهی که به هر تاتو آرتیستی من پیشنهاد میکنم حتی استفاده نکرده اینجوری بگم قیمتش هم چیزی که گفتی خیلی مناسب بود من خودم هم میخرم احتمال زیاد بهترین گزینه هست کابلیو اینا خیلی خوبه اینم خوبیای خودشو داره. جدیدن دیگه دارم اینجوری میشم یا با دو تا دستگاه دوست دارم با هم تتو میزنم یا میام مثلا هر دستگاه رو برای یه تتو انتخاب میکنم. منم پس احتمال داره بگیرم. ببین واقعا چیه مثلا X1 من موندم خب خیلی دوست دارم دستگاه X1 رو. ببین همون موقعی که تو داشتی اینجکتور استفاده میکردی و رو بورس بود و همه اینجکتور داشتن همون موقع سولنوا مثلا هم رده همون اینجکتور های فلایت و نانو و اینا بود دقیقاً تو یه تایم تو یه تکنولوژی جفتشون اومده بودن درست مطمئنم اونو استفاده کنیم میگه چقدر شبیه اینجکتور یه سوال خیلی جنجالی میخوام ازت بپرسم یه چیزی که خیلی من نگران کرده یه چیزی که منو نگران کرده خشی میدونی چیه تو چقدر در مورد هوش مصنوعی میدونی AI خیلی کم اطلاعات پراکنده ای منم همینطور پراکنده و خیلی کم جدیدن یه چیزی میشنوم بچه ها میگن که مثلا من یه چت جی پی تی تو گوشیم دارم چت جی پی تی اسمش آره. همینه نه آره. یکی از فضا آره باش چت میکنی خب میگن روزی دو سه تا سوال میتونی بپرسی ها نه میشه. اصلا باهات صحبت میکنه حالا طبعا. پولی میشه اینا رو دیگه نمیدونم من میخوام اینو بگم الان من دارم برنامه میسازم در مورد مثلا آموزش مثلا خالکوبی خب
این هوش مصنوعی همه چی رو میدونه، یعنی مثل یه تتو آرتیست فول آکادمیک همه چیزو میدونه. آکادمیک منظور چیه؟ یعنی اینکه شاید تتو نزده باشه ولی مثلا ازش بپرسی طرح مثلا اینو من با چه چیزی میتونم اجرا کنم، آیا به نظر تو این میتونه راجع به تخصص به این تخصص محسوب میشه که این بتونه یه هم چیزی به توضیح بده؟ تو یه سوال داری از چت جی پی تی در مورد تتو، چی میپرسی ازش؟ من اتفاقا دیشب پریشب بود که همین سوال برام پیش اومد. یه گفت من از توش مصنوعی بپرس، گفتم یعنی هوش مصنوعی میتونه به من بگه این طرح تو بردار بگراندشو خورشید بذار بیشتر به گرگت میاد مثلا، یا بیا سایه هاشو مثلا پررنگ تر بزن از خودش، یا اینجوری کن اونجوری کن. گفت نمیدونم بیا بپرس. و اومدم هرچی بپرسم این سوال دیدم نمیشه سوال بنویسی بپرسی. مدل نوشتن چیه؟ آره نمیشه بپرسیش، به نظرم نمیتونه. به نظرت نمیتونه؟ مثل دستگاه ماشینیه که بخواد بیاد تتو بزنه. ولی یه هوش تجربه از هوش مصنوعی اطلاعات داره. اطلاعات داره دیگه. این تجربه محسوب میشه. تجربه از من یه چیزی رو تجربه کردم به تو میگم، تو میگی برو بابا چرت نگو مثلا، شاید یا شاید اصلا به چشتو نمیاد اون چیز ولی داری انجامش میدی خیلی راحت، یا مثلا نمیدونم یه. خب ما توی اینترنت کلی اطلاعات داریم به نظر من، الان مثلا یه عالم اطلاعات تو اینترنت هست که مثلا این سوزن اینه، این رنگ اینه، این بهترین امسال اینه، بدترین امسال اینه، این بهترین آرتیسته، این تتو بهترین تتوه، هر عکس از بهترین تتوهای دنیایی رو این تو آپلود خودش تو فضای خودش داره. درسته. بهترین آرتیستای دنیا رو میشناسه، حتی شاید تو منم بشناسه، کارمون رو دیده باشه، یعنی اینجوریه دیگه، یه همچین فضایی داره، یعنی همه چی رو میدونه. خب ولی بخش تجربه رو نداره. درسته. خیلی عجیبه واقعا. اگه بشینی باهاش صحبت کنی فکر کنم بتونی بهش بفهمونی که چی میخوای و بهت توضیح بده. مثلا بهش بگی که مثلا میتونی عکس بگیری از تتوت بگی این عکس تتومه، آره سلام خوبی فلان، من مثلا یه تتو آرتیستم، بعد تتو میزنم، میگه سلام خوبی چطوری میتونم کمکت کنم، میگه آره من مثلا یه طرح دارم رو بازو میخوام بزنم رو بازو، آره بعد طرح گرگه، گرگم مثلا اینجوری نشسته، تو نظر چیه چی کارش کنم که بالتر شه؟ اون به تو میگه که مثلا اگه میخوای بالترش کنی میتونی این گرگو بذاری توی جنگلی، مثلا این بک‌گراند یه ماه باشه، چیزایی که زیاد از گرگ وجود داره رو اون مطمئنا تشخیص میده. درسته؟ خب. چیزایی که حالا ممکنه خود آپدیت تر باشه مثلا، اون مطمئنا آپدیته، به روز به جواب. خب حالا هوش زندهش که هست چرا مصنوعیش؟ من تتو آرتیست هم همین کارو باز میکنه دیگه. تتو آرتیست هم همین کارو. خب گرگ رو باز. خب من آره من میخوام بدونم چقدر کمکت میکنه. فکر میکنی چقدر میتونه بهت کمک کنه؟ تو تتو آرتیستی الان داری با سابقه تتو خفن میزنی. برای بچه‌ای که مثلا تازه دارن شروع میکنن خیلی از سوالاشونو جواب میده. برای آدمی که خب نه منم خفن نیستم، منم یعنی تا اینجا رسیدم به قول تو که میگفتی دنه خفنی، یعنی داری تتو خفن میزنی، چیزی که میبینی و بدون نقص اجرا میکنی. میدونی چی میگم؟ سوالت از چت جی پی تی پیش نمیاد. نه زیاد چیزی نیست، سوالی نیست که مثلا از چت جی پی تی بپرسی. سوال تجربیه، دنبال یه آرتیست خارجی میگردی که مثلا دست اونو ببینی، تجربهشو بگیری. من فهمیدم، مثلا بیا از هوش مصنوعی بپرسی این عکس رو، مثلا یه عکس یه تتو اینجوری میخوام بزنیم رو بازو اینجوریه اونجوریه، بعد بیای بهش توضیح بدی بگی کاراکتر مشتری مثلا اینجوریه اونجوریه، چون یه نفر دیگه میگه آقا من نمیدونم چی بزنم. ولی یه چیز دیگه هم هست، هوش مصنوعی فضاهایی وجود داره که ما براش تایپ میکنیم و اون منظره‌ای که براش تایپ میکنیم اون عکس میده دیگه. اونم هست، اونم یه مدل هوش مصنوعی میتونه که برای کار عکس میدونیم. بعد اون خوبه اوکی، اما اون اصلا نمیدونه که استایل دست تو، سبک کار تو، اینا چیه که تو بتونی اون طرح و ایده‌ای که داره میده رو تو بتونی در بیاری، اصلا بتونی نشون بدی اونا رو تو تتوت، یا به سبک دست و طراحی نقاشی تو میخوره اصلا اون آیا؟ مدل طراحی آیا عجبا؟
خیلی مهندسی داشتم صحبت میکنم یه لحظه بخونم. پول سوزن برکت بده. خب هم خشی بریم نفت همیشه خرید کنیم. من کارتمو نگرفتم. خوب زنه رو سیف کردی. سوتی داره. سوتی داره دادی. دادی میشه باسته باسته داره محتویات کیفتو میشه ببینیم خدایش. نه نمیشه. میکروفون اینک موبایل دیگر شارژر در دو تایپ نفاس بسته دیگه بسته دیگه بریم تمامش کن. خب بود خشی بیارش نکن. بیکره آلچم باشکر آلمچم. Merhaba. Doğum günün olduğu için yapmam lazım arkadaşlar. Bir tek olacak değil mi? Evet. Sonra evi çok kolay oldu şöyle gör. Süper bayi tatlı. سوپر وایت داینامیک برمیدارم. سوپر وایت من دارم. اوکی. یه چون خواستیم کپ خواستیم. این کپ میکنم. چی یواش حرف میزنی؟ سه پنج پنج نو. این هفته هم مینویسی؟ هفته سی امو؟ نمیخوایم؟ چرا؟ منم تمام کرد. آخرش. خب پنج آر اس داریم. نه یا یازده میخوای؟ آره نه یه یازده بگیر بزرگ بگیر. نه یازده بگیر. من یازده خوراک من لاینر. این که لاینر رو میخواییم تکیم. اسلو موشن کن. آره چه فانی بود بله بگم. خرید موفق بود ولی اصلا حالا دیگه نه این گلدنه رو برای ما تموم شد تعطیل اونو کردیم ولی خیلی مهمه برخورد با مشتری مهمه خدا وکیلی متاسفانه باید بشناسی مشتری تو پرسنل بعد باعث میشن که تو از نخوردن بیافتی. اینو زینویس میکنم برای گذر مشتری هر هفته ای که داشت دو تا آرتیست پرکار اینقدر ازش خرید میکرد اینو همون تا به راحتی از دست داد.
خب بچه ها همینجا ولاگ تا تموم شد. آره خیلی نزدیک، خیلی خیلی حال داد باهاتون خداحافظی میکنم. به امید یه سپاس فراوان خرید اینترنتی، این دفعه اینترنتی خرید میکنم. ولاگ شد مرسی، دمتون گرم بچه ها، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره. خداحافظ.